سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالیم که همراهتون هستیم با برنامه لایف دیگری همراه با دکتر پوجان زینی، نویسنده پژوهشگر و روانشناس خوب همیشگی برنامه ها. و امروز هم مهمان عزیزی داریم، خانم دکتر الهام ساجد کانر، روانشناس، که راجع به موضوع بسیار جالبی میخوایم صحبت کنیم که همه ما باش درگیریم حالا در سالهای مختلف زندگیمون، در مورد بخشش گذشته ها، حالا به خصوص پدر و مادر و اطرافیان و کسایی که باشون زندگی کردید. اما قبل از اون، من همیشه دوست دارم یه درد دل خصوصی با همه شما، با اونچه که تجربه من بوده در روزهای گذشته داشته باشم، بعد بریم سراغ موضوع اصلی برنامه و در خدمت این عزیزانمون باشیم. داشتم فکر میکردم به ضرب المثل یا گفته‌ای که همیشه میگیم هر چه کنی به خود کنی، فکر میکردم آدم ها وقتی همدیگر رو اذیت میکنن، در حقیقت خودشون رو دارن اذیت میکنن، خودزنی میکنن، عشق رو میکشن، فاکتورها و واژه های اصلی زندگی رو میکشن. چرا که وقتی یکی مثلا پدر و مادر، حتی وقتی بچهش رو میزنه، چرا خودش میشینه گریه میکنه؟ اگه کارت خوب بوده چرا خودت ناراحتی؟ یعنی هممون همینطوره. اگه توی مثلا ترافیک داریم بوق میزنیم، فوش میدیم، خودمون هم عصبانی هستیم، خوشحال نیستیم از اینکه مثلا این کارو کردیم. پس بنابراین نشون میده که همون بنی آدم از یکدیگرن و هممون یکی هستیم. چرا اینقدر آزار و اذیت؟ و حالا اینا پیش اومده در همه دنیا. من تصمیم گرفتم این هفته رو یه روزه بگیرم، خبر رو نبینم، ولی در آمریکا، در اروپا، در ایران، همه جا بلبعول شد، چی میگن؟ بلبشور شده، همه جا قاطی پاتی شده. و دوست دارم که پیام ها رو از این عزیزان بگیریم، مدیریت رو و چیزایی که کمکمون میکنه تو زندگی رو از این روانشناسان خوبمون بپرسیم، که حالا امروز موضوع برنامه‌مون هم جالبه. بخشش بریم به سراغ عزیزان. خانم دکتر پوجان زینی عزیز، با سلام به شما دو عزیز، به کسانی که با ما هستن، و میتونیم که یک برنامه خوبی داشته باشیم راجع به گفتمانی که چطوره که آزار و اذیت اتفاق ممکنه بیفته، و بعد وقتی که ماها داریم تجربهش میکنیم و بعد چجوری از اون گذر کنیم، رد بشیم و رها بشیم تا بتونیم به جلو بریم. وقتی که در خانواده هستیم، که خب لحظه‌ای که داریم تو خانواده بزرگ میشیم، قاعدتاً حالا پدر و مادر ممکنه عمدن یا غیر عمدن، یا دانسته یا ندانسته، دارن رفتارهایی رو دارن انجام میدن که چه با خودشون، چه تو رابطه خودشون که ممکنه ما آزار ببینیم، چه در رابطه‌ای که با ما مستقیم دارن که ما ممکنه که آزار ببینیم. و بعد میبینیم که توی شرایط مختلف وقتی که نگاه میکنین، هر جایی الان تقریبا میتونیم، شاید هم به خاطر اینی که میدیا هست و میشنویم راجع به اخبار خیلی سریعتر، و این نیستش که تازه الان داره اتفاق میفته که فرضاً ناموس‌کشی میاد یا ممکنه آزار و اذیت بچه ها بیاد، یا اینی که آدم ها رو میکشن، یا اینی که میدونین حالا توی این مدت که همزو امریکا هستیم، حالا فعلا سیاه ها رو دارن میکشن. یعنی هر جایی که ما ها نگاه بکنیم میبینیم آزار و اذیت مدلی به هر صورت از طرف انسان به انسان و بقیه ایمان ها داره اتفاق میفته. حالا مواردی که ممکنه بگیره، ممکنه غرور باشه، ممکنه احساس این باشه که باید داره از خودش نگهداری میکنه، به خاطر همین داره آزار و اذیت رو میرسونه. ممکنه بیماری روانی داشته باشه که داره آزار و اذیت رو میرسونه. ممکنه به خاطر قدرت، ممکنه به خاطر پول، گریده، هر کدوم دلایلی که ممکنه باشه که آزار و اذیت داره اتفاق میفته. و بعد نگاه کنیم آیا در زندگی خودمون کسی هستیم که داریم آزار و اذیت رو به کسی دیگه میدیم؟ باز میگم چه عمدی چه غیر عمدی، و اونجا چه جوری مسئولیت رو میتونیم قبول کنیم، چه پدر یا مادر هستیم، چه با دوستانمون ممکن آزار بدیم، چه به همسرمون، و چه کسی در جامعه باشه که این کار رو انجام بدیم، چه جوری حتی با کلاممون، با زبانمون توی این سوشال میدیاها حالا میافتیم به جون همدیگه، و چه جوری همدیگه رو آزار و اذیت میکنیم. در نتیجه مسئولیت من در حقیقت چیه به عنوان کسی که ممکنه آزار دارم میدم، و بعد مسئولیت من چی میتونه باشه برای به عنوان کسی که درون آزار و اذیت رو دریافت میکنه، و چه جوری داره توی وجود خودش اونها رو نگه میداره، و چه جوری میتونیم کمکش بکنیم که رها بشه. در حقیقت خانم دکتر ساجد منم سلام میکنم خدمت شما دو عزیز، خوشحالم که دو مرتبه در خدمتون هستم.
ببینید این موضوع خیلی مهمه و شاید درصد زیادی از کسانی که مراجعه میکنن به تراپیست یکی از عمیق‌ترین زخم‌هاشون همین زخم‌های عمیق در گذشته هستش، مخصوصاً خشم‌هایی که انبار شده نسبت به پدر و مادر که نزدیکترین افراد هستن به ما در زمانی که ما در حال رشد هستیم. این زخم ها بیشک تأثیرش رو در زندگی ما خواهند گذاشت و عموماً اگر من صدمه دیدم و زخمی شدم، اگر خودم کار نکنم، اگر کمک نگیرم، حتما زخمی خواهم کرد، احتمال اینکه زخمی بکنم زیاده. دلیل اینکه من فکر میکنم مهمه که ما پدر و مادرهامون رو ببخشیم حتی اگر در این دنیا نیستن، حتی اگه فرصتی نیستش که بریم پرونده ها رو باهاشون ببندیم و تموم کنیم، اینه که ما در واقع خودمون آزاد و رها میشیم. ببینین هر بار که یک نفر من و شما رو آزار میده و اذیت میکنه، ما ناخودآگاه تو قلب و ذهنمون یه زندان کوچولو درست میکنیم مثل سلول و اون آدمه رو میندازیم اون تو و هی میریم تو دادگاه مغزمون و به این زندانه سر میزنیم و شروع میکنیم سرزنش کردن این آدم در ناخودآگاهمون. و بعد قبل از اینکه به خودمون بیایم میبینیم که انقدر سالها گذشته و انقدر فضایی که من تو قلبم و مغزم میتونستم اختصاص بدم به دوست داشتن آدمهای بیشتر، متاسفانه اشغال شده با این کسانی که من نبخشیدمشون و همچنان روی هم دیگه تلنبار شده. اینه که من فکر میکنم مهمه که ما اینو بدونیم و من اینو همیشه تو تراپی صحبت میکنم، میگم هیچ پدر مادری صبح از خواب بیدار نمیشه بگه من امروز میخوام پدر بدی باشم یا مادر بدی باشم. هممون فکر میکنیم که بهترین و داریم بهترین سعیمون رو میکنیم، مگر این که مشکلات شدید روانی داشته باشه یک پدر یا یک مادر، عموماً به قصد آزار فرزندش روز رو آغاز نمیکنه. ولی حقیقت اینه که متاسفانه اکثراً آزار میبینن بچه‌ها، یعنی درصد بسیار بسیار زیادی به انواع مختلف، حالا اگه فیزیکی نباشه ایموشنالی آزار دیدن و این روزها میشنویم با این جنبش میتو که چه چیزایی زیر خاکستر. درسته. خانم دکتر فوجان زینی عزیز، من دوست دارم در این برنامه راجع به ریشه های خشم هم صحبت بکنیم. آیا از باورهای خشک و تعصب میاد؟ وقتی اینو میبینیم، خب میبینیم در غرب هم این خشونت به شدت دیده میشه که باورهای مثلا خاورمیانه شاید کمتر دارن و نگاهشون متفاوته. این خشونت به خصوص خشونت خانوادگی و کسایی که همدیگر رو بیشتر دوست دارن، بیشتر دارن آزار و اذیت به همدیگه میدن، ریشش کجاست؟ از کجا داره میاد؟ از ناآگاهی؟ از چیه؟ ببین خشم کلن یکی از احساساتیه که تو همه انسان ها هست، از سن 2 سالگی شروع میشه که خیلی مشخص terrible تو اکثر کسانی که پدر و مادر بودن تو بچه هاشون تجربه کردن، دوباره تو سن 8 سالگی خودش رو نشون میده، دوباره تو اوج تینیجری شد خودشو نشون میده و بعد یک شرایطیه که انسان ها قاعدتا قراره که بتونن که اون رو اداره بکنن و به عنوان یک احساسی که وجود داره و محرکه، بلند میکنه، به پا میخیزه که کاری انجام بده، وجود داره. بعد خیلی از اشخاص این خشم رو به خاطر اینه که احساس قدرتمندیه، خیلی از احساسهای دیگه‌ای رو که شاید احساس ضعیفتری براشون داره، مثل ترس، مثل شرم، مثل غم و ناتوانی ها، میره زیر چتر این خشم که خشم یک دفعه قدرت حس میکنه میاد بالا. حالا اینی که چطوره که فرزن اشخاصی که این خشم چجوری داره به وجود میاد، یکی وقتی ترسی وجود داره و طرف احساس ناتوانی میکنه، به خاطر اون بره سکه ترسش رو میندازه توی خشم و هر چقدر بیشتر به ترسه بیشتر برمیگرده خودش رو میاره تو خشمش رو بیشتر میکنه. یک نوع دیگه ای که خشم وجود داره به خاطر توقعاته، وقتی یک انتظاراتی، یک توقعاتی رو شما به وجود میارید به خاطر یک سری باورها رو میسازید برای خودتون و خودتون رو در جایگاهی میدونید که محقید راجع به اون انتظارات، توقعات و باورها، اون محق بودنتون به خودتون اجازه میده که فقط در فضای محور خودتون باشید و فکر بکنید که شما حقانیت اینو دارید که حالا اون توقع خودتون رو از دنیا بگیرید. حالا ممکنه این توقع از فرزندتون باشه، از همسرتون باشه،
از یک گروه خاص به خصوصی باشه. در میدونیم مثلا بگیم که الان فعلا جامعه آمریکا چون سیاه ها رو دارن دنبالشون میرن، مثلا سیاه ها نباید اینجا وجود داشته باشن، در نتیجه حقانیت رو من به خودم میدم که برم یک انسان دیگر مثلا آزار بدم یا بکشم. یا مثلا این اتفاقی که تازه افتاد هفته پیش برای رومینا، یک شخصیه که فکر میکنه که حقانیت منه، این فرزند منه و باید به قوانینی رو که من میگم اجرا بکنه، و اگر که قوانینی رو که من میگم اجرا نمیکنه، پس حق منه به عنوان یک پدر که برم اونو بکشم. پس این دوتا شرایط هست، یکی ترس خیلی زیاد یا احساسهای ضعف که ضعف گونه است و بعد اون شخص میندازه، و یا اینه که توقعات انتظاراتشه و بعد این طلبکاری، محق بودن، اینه که من حقمه که یک کاری رو انجام بدم، اون رو اجازه میده که شما از فضای فردی خودتون بعد به فضای جامعه ببرینش. یعنی ممکنه در درون خودتون خشم داشته باشین ولی بتونین خودتون رو آروم کنین و اعمال خشونتبار رو انجام ندین، ولی لحظه ای که اعمال خشونتبار دارین شما انجام میدین، اون وقت دیگه به خاطر اینه که فکر میکنید حقتونه، فکر میکنید برترید، فکر میکنید باید شما یه گروه دیگر رو ادب بکنید و در مثل اینکه به پا خیزید که این کار رو انجام بدین، و در اون شرایط میرین سراغ دیستراکشن و خراب کردن یک گروه دیگه. در این شرایط از اینجاست که در حقیقت ساخته های اصلی خشم داره به وجود میاد. ولی وقتی هم راجع به بخشش صحبت میکنیم که دکتر ساجد کانادا صحبت میکنن، مسئله مهمی رو که ایشون هم داشتن میگفتن اینه که خیلی موقع ها ما یک شخصی میاد ما رو آزار میده میره، اون دیگه تموم میشه. اگه زنده بمونیم اون دیگه تموم میشه، اگه مردیم اون دیگه تموم میشه، ولی اگه زنده موندیم از آزاری که داده پدر مادر نمیدونم رئیسمون نظام هر کسی که هست، اتفاقی که میفته اینه که اون اتفاق میفته میره، منم که تو خودم دارم این رو نگه میدارم. وقتی که من دارم خودم رو نگه میدارم، حالا مادر من پدر من دیگه دارن زندگی دیگه ای رو میکنن، میرن جلو با رئیس من هر کسی که هست داره میره جلو، ولی اون اتفاقی که میفته اینه که من حالا دارم با اون داستانی که خودم ساختم از اون اتفاق دارم با وجود خودم سالیان سال میرم جلو. حالا یک تفاوتی که من فقط میخوام خیلی سریع بگم بین اینی که اگر من در خونه و زندگی هستم با همسرم دارم آزار میبینم، اگر در مملکتی هستم که دارم هر روز آزار میبینم، اگر در کاری هستم که هر روز دارم آزار میبینم، اگر فرزندی هستم که هر روز دارم از طرف پدرم مادرم آزار میبینم، فضای بخششم خیلی متفاوته، چون اون لحظه باید کاری بکنم برای اینه که خودم رو از فضای اون ابیوس و آزار در بیارم. حالا برای بچه کوچیک سخت ایگونی که خودش کاری بکنه، در نتیجه خب سوشال ورکر هستن، گروه دیگه هستن که کمک میکنن به اون بچه که بتونه این کار بکنه، ولی اگر که بالغ هستم و میتونم کاری بکنم، زمانی که اون خشم در حال اومدنه به طرف منه و آزار دادن منه، الان ممکنه وقت هنوز بخشش نیست، بلکه هنوز وقت کمک کردن، کار کردن راجع به این رابطه، باوندری‌ها رو گذاشتن و کاری راجبش کردن که اون تموم شه. بعد از اینکه اون تموم شد و من از اون فضا خودم رو آوردم بیرون، حالا نوبت اینه که چجوری پاک کنم خودم رو و ببخشم این شرایطی که وجود داره که توی من نمونه و بتونم آزاد بشم ازش. دقیقا درست میفرمایید و این نکته خیلی مهمه که بخشش به معنی این نیست که من دو مرتبه به اون آدم اعتماد کنم یا حتی حاشا کنم ضربه هایی که به من زده یا رابطه‌مو حتی باش نگه دارم. شما خیلی وقتا میبخشید و میگذرید، میبخشید و رابطه رو قطع میکنید صرفا به این دلیل که خودتون به رهایی و آزادی میرسید. یه مطلب دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که تک تک کسانی که خشم دارن از پدر و مادرشون و عصبانی ان از دست پدر و مادرشون و فکر میکنن که اونها باید این کارو میکردن، چرا اصلا منو به این دنیا آوردن، منصفانه نبود کاری که کردن، درست منصفانه نبود آنچه که بر شما گذشت، ولی پدر و مادر شما بیشتر از این نمیدونستن و نمیتونستن، دانش و توانایی و ظرفیتشون در همین حدی بوده که داشتن. باور کنین اگه یه ماشین زمان ما داشتیم و سفر میکردیم باهاش به کودکی پدر و مادرمون و شاید فقط یه روز از زندگی اونها رو میدیدیم، همونجا میشستیم و باهاشون زار زار گریه میکردیم به حالشون، و که اونها هم وضعشون بهتر از این نبوده، چیزی بوده که یاد گرفتن و متاسفانه همونجور که در اول
عرض کردم خدمتتون، اگر من صدمه ببینم و روی خودم کار نکنم و کمک نگیرم، احتمال که صدمه بزنم زیاده. بنابراین پدر مادرهای ما چون این چیزها رو زدن زیر فرش و بالاخره خب رشد کردن و بزرگ شدن و ازدواج کردن و تحصیل کردن و فکر کردن که همینجور میگذره دیگه، پس من همینجوری بزرگ شدم نمردم دیگه، پس حتما همینه، پس منم باید بچه‌م رو همین گونه بزرگ کنم. به همین علت که اونها هم وضع بهتری از ما نداشتن. البته که این مجوز نیست که خب چون اینا صدمه دیدن پس اجازه داشتن که من رو هم اذیت و آزار بکنن. ببین گذشته رو نمیشه تغییر داد، ولی حتما تأثیری که گذشته در حال الان من گذشته رو من میتونم تغییر بدم. اگر میشد گذشته رو تغییر داد که دنیا بهتر از این بود، ولی در حال حاضر من برای زخمی که بر من اتفاق افتاده چه میتونم بکنم؟ خودم الان چه توانایی دارم بکنم؟ درسته. من داشتم فکر میکردم همین مثال رومینای عزیز رو داشتم فکر میکردم که چقدر قانون، اطرافیان و خانواده، یعنی فاکتورهای مختلفی هست که میتونه تاثیرگذار باشه. من صحبتهای مادرشون رو شنیدم، البته خیلی دلخراشه، نمیخوام تکرارش بکنم، ولی نشون میده که فامیل و اطرافیان هم فشاری که بر پدر می آوردن باعث شده که احساس کنه پدر اگر این حرکت رو بکنه در حقیقت خودکشی داره میکنه. یکی از اعضای وجودش که قلبش و فرزندش هست رو داره از بین میبره، در حقیقت خودش رو داره از بین میبره در مقابل فشارهایی که جامعه و قانون و اطرافیان و عموی بچه و خانواده میذارن. بعد رفتم به قانون فکر کردم، همین دیشب داشتم راجع به این موضوع فکر میکردم، گفتم ای کاش کسایی که قوانین رو مینوشتن نه مرد بودن، نه زن بودن، نه سیاه بودن، نه سفید بودن، این چیزها رو در نظر نمی گرفتن و می تونستن یه قوانین خوبی رو بنویسن. حالا اینا همش در حال افکاریه که میاد به سراغ ما آدم ها، ولی عملا واقعا اطرافیان چی کار می تونن بکنن و چرا دو نوع برخورد هست؟ همینطور که خانم دکتر عزیز گفتن، یه عده اذیت میشن ولی چون اذیتشون گره میخوره به آگاهی دیگه بچه خودشو نمیزنه، چون تو بچگی کتک خورده میگه خب دیگه من الان دیگه نمیخوام بچه من مثل من اذیت بشه. بعضیا برعکسن، میگه خب منم اذیت شدم تا پول ساختم، منم از کتک خوردم، پس تو هم باید بخوری. این تفاوت از کجا میاد؟ یکی از مواردی که مهم میشه در بخش در درون یک نفر اینه که برداشتی که از اون فضا میکنه چطور هست. یعنی حتی توی تحقیقاتی که با دوالوا شده اینه که وقتی که از یک پدر و مادر در یک شرایط یک سری اتفاقا برای اونا میفته، برداشت هر انسانی بسیار بسیار متفاوته. به خاطر همین یک نفر ممکنه که کتک بخوره، آزار ببینه، فحاشی بهش بشه، تحقیر بشه، ولی در اون شرایط جوری که داره با اون آزار و اذیت روبرو میشه نسبت به شخصیتش، غرور درونیش، ایگو استیتش، چقدر جایگاه کجا برای اون داره درگیر میشه درون خودش، میتونه که ببینه که چجوری با اون مسئله و فضای دفاعی خودش رو به وجود بیاره. بعضی ها فضای دفاعیشون اصلا اینه که مهر و محبت بدن و ببخشن، بعضی ها فضای دفاعیشون اینه که جنگ بکنن. وقتی شما وقتی حمله به طرفت میان، معمولا سیستم بدن شما سه تا کار رو میکنه، یا فرار میکنه، یا جنگ میکنه، یا فریز میکنه. و وقتی یک بچه یا عادتش بشه و یاد بگیره که وقتی حمله بهش میشه اون هم حمله کنه و تو اونجا چند باری هم ببره، پس میبینه که برای خودش این داستان رو میسازه که هر حمله ای باید دو برابر حمله کنی، باید ببری و اونطوری ببری. برای کسی که فکر میکنه که من حمله خیلی زیاده و من به هیچ عنوان با این جریان نمیتونم به جنگم، یاد میگیره که فقط فرار بکنه و وقتی که تونست فرار بکنه، اون فرار کردنش حالا ممکنه یک کسی دیگه تو خانواده، یکی دیگه از والدین یا یکی از سیبلینگا، بچه ها، خواهر برادر ها، یادش بده که چجوری فرار بکنه. در نتیجه حالا اون فرار کردن رو یاد میگیره. حالا از تو فرار کردن ممکنه که هیچ وقت برنگرده و حمله بکنه، متوجه به عوض بشه. یه نفر هستش که میبینه نه تو راه فرار داره نه راه حمله داره و در نتیجه فریز میکنه، و خیلی موقع تو اون زمانی که طرف فریز میکنه اتفاقا میره به طرف دعا، میره به طرف عشق، میره به طرف اینه اتفاقا دلگرمی بکنه، دلجویی بکنه از اونی که داره آزارش میده به خاطر اینکه رهاش بکنه. در اینجا در هر لحظه یک نفر یک انتخابی رو همون لحظه داره میکنه، و اگر که آزار و اذیت
کماکان اتفاق بیفته و تکرار بشه و یک رفتاری رو که کوپینگ مکانیزمی که جوری که طرف تونسته اون لحظه انجام بده ادامه پیدا کنه و برش کار بکنه، خب وقتی خودش هم داره بچه دار میشه، خودش داره جاهای مختلف میره، همون رو در حقیقت داره انجام میده. برخی از اشخاص هستن که اون اتفاقی که براشون افتاده فکر میکنن که اگر من بچه داشتم بلکسش رو خواهم کرد. یعنی آگاهی که پیدا میکنم از این فضایی که من درد اومده، یکی از با خودش قول میده که من اگر روزی در فضای قدرت باشم هیچ وقت این کار رو نمیکنم، کار دیگه ای میکنم. برخی هستن که میگن نه، منم تو فضای قدرت بیام دقیقا معنای قدرت اینه، پس من همین کار رو خواهم کرد. پس اون برداشت تو اون لحظه انجام میشه و تصمیمی رو که یک نفر میگیره اون وقت گویای اینه که در برخورد بعدی چه کار میکنه. درسته. من دویده شما از بخشش پدر و مادر صحبت کردیم. من راه حل رو بدیم. مثلا ما همیشه میشنویم ببخشیم. چطوری ببخشیم؟ یعنی چه راههایی کمک میکنه؟ چه چراغایی دست ما میدیم که به وسیله اون گذشته رو ببینیم، درک کنیم و بگذاریم ازش؟ من فکر میکنم مهمترینش اینه که اگر تو پدر مادر شما در قید حیات هستن، خب شما خوشبختانه این فرصت رو دارین که بشینین باشون گفتمان کنین، صحبت کنین. حالا من خیلی وقتا اینو به خیلی‌ها میگم و میگن نه اونا گوش نمیدن، اونا هم دفاعی میشن. متاسفانه پدر مادرها هم یه مقداری مخصوصا در سنینی که الان هستن براشون سخته که بگن فرزند عزیز من اشتباه کردم، من رو ببخش. این یه مقداری دشوار میاد برای پدر مادرها. ای کاش که این فرهنگ عذرخواهی از جوانترها جا بیفته. اگر که فرصتش نیست، شما حتی اگر اون آدم رو دیگه نمیبینین، به نظر من تو ذهن و قلب خودتون میتونین که ببخشینشون. حالا اگه یه نامه‌ای براشون بنویسین که شاید وقتی نامه به دستشون هم نرسه، هر چی که باید بهش بگین. خیلی وقتا کسایی که خب تراپی میرن، مثلا تراپیست ها خیلی تکنیکایی استفاده میکنن که شما میتونین با اون فردی که شما رو آزار داده در واقع تو فضای تراپی بدونی که اون فرد حضور داشته باشه صحبتاتون رو بکنین، حرفاتون رو بزنین. این یک. من در ادامه صحبت شما و خانم دکتر زینی در رابطه با این اتفاق اخیری که متأسفانه در ایران افتاده، ببینید من باید به عنوان من پدر و مادر باید بدونم که چقدر از زخمهایی که من دارم به فرزندانم میدم آموخته هایی هست که من از مذهب و جامعه گرفتم و اصلا چقدرش درسته. من چه حقانیت و استحقاقی دارم که بچه خودم رو یک زائده ای از وجود خودم بدونم؟ ببینید من اگر الان گرمه پس بچه منم حتما گرم شه. من اگر که میخواستم همیشه دکتر بشن نشدن پس باید بچه ای من دکتر بشه. میدونین اینا چیزایی هستش که آموزه های غلط ماست به علاوه اون چیزهایی که سالهای سال تو کوله پشتیمون انداختیم از کتک خوردنهای کودکی و توهینهایی که شنیدیم و اتفاقات بدی که برامون افتاده، همه و همه روی همدیگه جمع شده و نهایتا شده این امروزی که ما هستیم و متاسفانه بچه های ما هستن که دارن تاوانش رو پس میدن. بنابراین همونجور که شما فرمودین خانم سروش عزیز، یک مقدار خود آگاهی لازمه که اگر خود آگاهی رو ما آمیخته بکنیم به تجربیات گذشتمون، شاید یک مقدار دردی که به اطرافیانمون از میرسه کمتر و سبکتر بشه. درسته. خانم دکتر فوجان زینی عزیز، شما در برنامه‌های گذشته راجع به انسان‌ها نیازشون و بقا صحبت‌های زیادی داشتین، ولی الان من واقعیت‌های جامعه، حالا خودمون رو می‌بینم، خودمون منظورم ایرانه، چون وقتی که ما همزبانا با هم حرف می‌زنیم از طریق قلبمون با هم حرف می‌زنیم. ممکنه من سالیان سال در کنار فرهنگ‌های مختلف قرار گرفتم، باشون ارتباط دارم، ولی با ذهنمون با هم ارتباط داریم، ولی این قلب ماست که با هم دیگه واقعا ارتباط داره. و اینطوری که من درک می‌کنم هموطنان عزیزمون رو، الان بیشتر مسئله بقا هست، یعنی نیازهای اولیه و بقا و قوانینی که نمیخونه با مسائل حالا بقیه دنیا. خب این برمیگرده پس دوباره به انسانهای عصر حجر دیگه، که آدم ها فقط به خاطر که زنده بمونن نام شدن. یعنی درد بی دردی علاجش آتش است، یعنی بی درد شدن، خودشونو نام کردن و بی تفاوت از کنار مسائل میگذرن. اینو چگونه شما در موردش میفهمید؟
حتما فقط بگم برنامه اونم داره تمام شدن چه من خیلی سریع صحبت بکنم. همه ما همیشه در فضای بقا خواهیم بود، هستیم و قسمت اولیه زندگی ماست. یعنی اگر که سیستم ما حالت اتومات ناخودآگاه ما همیشه در شرایطیه که داره ما رو به طرف جلو میبره و بقای ما رو داره میبره به طرف دیستراکشن، نه به خاطر به عنوانی که ما زنده بمونیم. پس اون قسمت اولیه است. ولی خب خیلی یک موضوع دیگه هم هست که ما انسان ها داریم و اینم فرانتال کورتکس که ساخته شده که برای بقیه حیوانات که فقط قسمت بقا هست، ما ها قراره که داستان سازی بکنیم و جور دیگه‌ای به مسائل نگاه کنیم و شاید اون انتظاریه که در حقیقت ما ها از انسان ها داریم که از حیوانات نداریم و این انتظاراتمون رو میبینیم کماکان برمیگرده و اون قسمت بقا برمیگرده و اون رو در بر میگیره. اینی که آیا سر شدیم به مسائل، مسائل وقتی که دور از ما هستن و زیاد از حد، هر دفعه ما توی هر روزی که تلویزیون رو باز کنیم، سوشال میدیا رو باز کنیم، خب اخباری که داریم میگیریم، موارد جنگ و کشت و کشتار و همه اینها هست، به هر صورت وقتی که در کنار شما نیست سر میشی به یک سری از مسائل. یه سری تحقیقات هست که وقتی که و این تحقیقات رو نشون میدادن، یک نفر نشسته بود اونجا و میگفتن یک نفر و صورتش رو نشون میدادن که فوت کرده و اتفاقی براش افتاده، درد میآورد. ولی یک نفر به دو نفر تا پنج نفر هم درد میآورد، ولی هرچی دردش کمتر میشد. این پنج نفر که میرسید به 6 تا 7، آدم ها اصلا دیگه نگاه نمیکردن بهش. در نتیجه اینو یک فضای کلی وقتی به وجود میاد راجع به درد، انسان ها دور میشن ازش و خصوصی دیگه نیست که اون درد رو تجربه کنن. رومینا نامی رو ماها خصوصیش کردیم، هر کسی خصوصیش کرد دردش اومد. وقتی خصوصیش نکرد تبدیلش کردن به جنگ های ناموسی، به کشتارهای ناموسی، به کشتارهای زنان و و و و اینو بعدش رو بزرگتر کردن و از فضای خصوصی در اومد، دیگه اون وقت دردی نداره. مثل میمونه که یک حالت بهش میگن learned helplessness، یک ناتوانی برای ما به وجود میاد که دنیا اینو دیگه ولش کن، دیگه چیکار کنیم، حالا فقط خودمون رو بچسبیم به بقیه رو ولش بکن. ولی زمانی که یک مواردی خصوصی میشه، مثل ندا مثلا، تو تمام اون زمان یا تو مجرد یک ندا خصوصی شد یک دفعه برای آدم ها و بعد یک گروهی هم مثلا که اون چهره یک نفر رو برمیدارن و اون چهره رو میذارن در کنار یک مبحث خیلی کلی که خصوصیش بکنن. آیا سر شدیم؟ نه، سر نشدیم. وقتی که بغل خودمونه داریم یک کاری راجبش میکنیم، ولی اگر تو کل دنیا هست، شاید به خاطر حس ناتوانی که ناجی به اون میکنیمه که میبینیم کاری نیست. حالا دو روز هم گریه کردیم، حرف هم زدیم، بعد و بیرام به دنیا گفتیم، ولی کاری انجام نمیدیم. مگر این که هر کسی انتخاب بکنه که کاری راجبش انجام بده. اونی که قانونگذاره کاری راجبش انجام بده. اونی که فردیه که داره اونجا زندگی میکنه راجب فرهنگ شروع کنه کاری انجام دادن. میگه کاری ماها تو سوشال میدیا انجام میدیم به جای بد و بیرا گفتن و الکی شلوغ کردن، یک حرف نادرست اضافی بزنیم که شاید تغییر فرهنگ به وجود بیاریم. تو این چیزا میتونیم یک کاری راجبش انجام بدیم. درسته. من صحبت آخر، حرف آخر خانم دکتر عزیزمون الهام عزیز با هم بشنویم و بعد دیگه خدا رسی بکنیم. موافقم، لب کلام رو هر دو عزیز گفتین، منم با هم موافقم. میدونم که وقتمون زمانمون کمه، اکاش که یک مقداری بیشتر به خودمون نگاه کنیم، تمام این اتفاقا و اخباری که میفته رو یه مقداری از بیرون نگاه کنیم، یک مقدار آگاهانه تر نگاه کنیم و قدمی برداریم که هر کدوم از ما به خاطر هر چیز که این روز هم خیلی ساده شده تو فضای مجازی فقط شعارش رو میدیم، ای کاش که قدمی برداریم و عملی بکنیم در جهت اصلاحش اگر میدونیم که میشه این کارو کرد. سپاسگزارم. خانم دکتر فوجان زمی صحبتی داریم که ما همین صحبتی که ایشون کردن، اون هر کدوم ما خودمون رو مسئول بدونیم که در فضای خود، خانواده خود و اجتماع خود کاری انجام بدیم، چون اونجا میتونیم کاری انجام بدیم. سپاسگزارم از هر دو عزیزمون. امیدواریم که در برنامه بعدی هم داشته باشیم اتون و صحبتهایی بکنیم که مهارتهایی رو به دست ما بدیم که بتونیم زندگی رو آرامتر و با آرامش بیشتری توام بکنیم. سپاسگزارم ازتون. تا برنامه‌ای دیگه.